درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز سوم تیر ماه 2582 ایرانی 1402 هجری شمسی برابر با 24 ژوئن سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمایت خود را از حاکمیت روسیه در برابر گروه واگنر اعلام کرد. مرکز آمار ایران: تورم سالانه در ایران 48.5%، تورم اقلام خوراکی 71%. بنیامین نتانیاهو: نگرانیم هر سیستمی به اوکراین بدهیم به دست ایران بیفتد. گروه اقدام مالی FATF ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. انفجار دو مخزن سوخت در تأسیسات نظامی روسیه: 100 مأمور سرگرم مهار آتش هستند. گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا در مورد منشأ کرونا. و جنگ اوکراین: حذف روسیه و بلاروس از رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال. از شما دعوت میکنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیشروی گروه واگنر به سوی مسکو پس از کنترل یک شهر استراتژیک روسیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی این رویداد را موضوع داخلی روسیه می‌داند. او افزود جمهوری اسلامی از حاکمیت قانون در فدراسیون روسیه حمایت می‌کند. و اما میلاد زهروند شهروند 20 ساله اهل ملایر که روز 4 آبان ماه 1401 در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد به اتهام قتل علی نظری عامل سازمان اطلاعات سپاه به اعدام محکوم شده است. تاکنون اما هیچ ویدیویی از سوی نهادهای حکومتی منتشر نشده است که نحوه کشته شدن این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان دهد و تناقض‌هایی نیز درباره این پرونده وجود دارد. محمد رحیمی دادستان ملایر شامگاه 4 آبان 1401 اعلام کرده بود که هر 4 متهم این پرونده شناسایی شدند. اما روز 5 آبان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر از شناسایی 7 نفر و دستگیری 6 نفر در ارتباط با کشته شدن علی نظری در ملایر خبر داد. میلاد زهروند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و در این مدت خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع رسانی نکنند. و اما حسین صلاح ورزی بازرگان ایرانی روز 28 خرداد ماه توانست با کسب اکثریت آرا برنده اصلی انتخابات اتاق بازرگانی ایران و رئیس این نهاد اقتصادی و خصوصی شود. اما اکنون برخی از چهره های وابسته به نظام جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تلاش می کنند با نمایش مواضع سیاسی حسین صلاح ورزی در ماه های اخیر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را باطل و صلاح ورزی را برکنار کنند. در نامه‌ای که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه 2 تیر ماه برای وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی ارسال کردند آمده است حسین صلاح ورزی که در فتنه 1401 مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفتند؟ خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای را از طرف جمعی از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان منتشر کرده است که در آن از اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خواستند تا به این پرونده وارد شود و انتخابات اتاق بازرگانی را باطل و حسین صلاح ورزی را رد صلاحیت کند. از شما دعوت می‌کنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. We'll be right back.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ریدیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای ایرانی در ماه خرداد به 189.3% رسیده است که نسبت به ماه قبل 2% افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6% افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 48.5% افزایش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران در خرداد 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 42.6% بوده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 42.6% بیشتر از خرداد 1401 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. مرکز آمار میگوید که تورم نقطه به نقطه خرداد 1402 در مقایسه با اردیبهشت 1402 به میزان 12% کاهش یافته است. تورم ماهانه نیز در اردیبهشت 2.8% بوده است که در خرداد به 2% کاهش یافته است. از سوی دیگر تورم سالانه، یعنی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به خرداد، در ایران به 48.5% رسیده است که نسبت به تورم سالانه 1401 0.6% کاهش یافته است. تورم نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه بیشتر از 88% است. ردیف گوشت قرمز، سفید و فراورده های آن، تورم 88.1% و ردیف گوشت قرمز و گوشت ماکیان تورم 90 تا 90% نشان می‌دهد. بعد از گوشت، میوه و خشکبار در ماه خرداد سال جاری تورمی 63.5% داشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با نشریه جروزالم پست در واکنش به انتقادها درباره عدم تحویل برخی تجهیزات دفاعی به اوکراین گفت: ما این نگرانی را داریم که هر سیستمی که به اوکراین می‌دهیم به دست ایران بیفتد و علیه ما مورد استفاده قرار گیرد. جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران روز شنبه دوم تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای به اخراج علیرضا برادران شرکا از دانشگاه امیرکبیر اعتراض کردند. دانشجویان دانشگاه هنر بر ادامه مبارزه خود برای ایرانی آزاد تاکید کردند و نوشتند ثابت خواهند کرد هیچ چیز به عقب باز نخواهد گشت. این دومین بیانیه دانشجویان دانشگاه هنر تهران است که با کلمه نه آغاز می شود. این بیانیه با یاد صانع ژاله، دانشجوی هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران که در اعتراضات جنبش سبز در 25 بهمن 1389 کشته شد، آغاز شده است. دانشجویان دانشگاه هنر در بیانیه خود نوشتند نه اجبار، نه سرکوب و نه دوشکا. دیگر خراشی بر پولاد اراده آنها نخواهد گذاشت، چرا که امروز یک ایران پشت ماست. اشاره دانشجویان دانشگاه هنر به اجبار، سرکوب و دوشگاه در بیانیه خود به قانون اجباری شدن پوشیدن مقنعه است. و اما در حالی که توافق دو سال پیش برای ارسال چای به ایران در برابر 250 میلیون دلار بدهی نفتی سریلانکا به نتیجه نرسید، خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس هیئت مدیره چای سریلانکا نوشت این کشور به زودی ارسال چای به ایران به میزان ماهی 2 میلیون دلار را برای تسویه بدهی نفتی خود آغاز می کند. بر اساس داده‌های دولتی، چای سیلان در سطح جهان محبوب‌ترین محصول کشور سریلانکا است که درآمد ارزی دارد و در سال گذشته 1.25 میلیارد دلار برای این کشور به ارمغان آورده است. ایران یکی از خریداران اصلی چای سریلانکا بوده است، اما این روند به طور پیوسته از 128 میلیون دلار در سال 2018 به 70 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافته، زیرا تحریم‌های آمریکا علیه ایران تجارت این کشور با جهان را تحت تأثیر قرار داده است. آمار رسمی نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از چای سریلانکا در حال حاضر از طریق امارات متحده عربی به ایران ارسال می شود. بینندگان عزیز، از شما دعوت می کنم همچنان با برنامه خبری امروز همراه باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و
و موتورسیکلت. دفاتر سامان حیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مانیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مانیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. ادامه خبرها. آمریکا، فرانسه و بریتانیا از سازمان ملل متحد خواستند تا درباره کاربرد پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین تحقیق کند. این سه کشور به همراه اوکراین از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند تا هیئتی را برای تحقیق به کیف بفرستد. شورای امنیت جمعه وضعیت جنگ اوکراین را بررسی کرد. لیندا تاماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، جمعه در سخنانی در نیویورک، ایران و روسیه را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت متهم کرد. خانم گرینفیلد در حالی که سفرای فرانسه، بریتانیا و اوکراین در کنارش ایستاده بودند گفت روسیه نه تنها برخلاف قطعنامه 2231 صدها پهپاد مهاجر و شاهد از ایران خریداری کرده که در حال همکاری با ایران برای تولید این تسلیحات در خاک خود است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2231 را در سال 2015 در تایید توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تصویب کرد. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روسیه از پهپادهای ایرانی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های اوکراین و غیر نظامیان استفاده کرده است. و اما در پی انتشار اخبار زد و نقیز درباره دلیل انفجار دو مخزن سوخت صنایع هوایی در منطقه ورنج روسیه، فرماندار این منطقه روز شنبه 3 تیر ماه از تلاش نیروهای محلی برای مهار آتش در مخازن سوخت در پایانه نفتی خبر داد. الکساندر گوسف در پیامی تلگرامی نوشت که بیش از 100 تن از ماموران آتشنشان با استفاده از تجهیزات سرگرم اطفاء حریق هستند. این مقام محلی روسی انبساط مخازن را عامل انفجار دو مخزن، هر یک حامل 5 تن سوخت صنایع هوایی، اعلام کرده است. رویترز با انطباق ویژگی‌های ساختمانی و جاده‌ها با تصاویر ماهواره‌ای محل وقوع این انفجار را شهر ورنج اعلام کرده است. رویترز تأکید کرده است که قادر نیست این خبر را به طور مستقل تایید کند. و اما ملا حبیب‌الله آقا، وزیر معارف
یا آموزش و پرورش طالبان روز شنبه سوم تیر ماه به نورستان در شرق افغانستان رفت و اعلام کرد ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه دستور داده است که 100 هزار عالم دینی به عنوان استاد در مدارس دینی تدریس کنند. ملا حبیب الله آقا اضافه کرد که نورستان در میان استانهای افغانستان سهم بیشتری در ایجاد مدارس دینی و جذب استادان خواهد داشت. بر اساس آمار نهادهای دولت پیشین افغانستان، پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اوت 13 هزار مدرسه دینی غیر رسمی و 1300 مدرسه دینی رسمی در سراسر افغانستان فعال کرده است. بر اساس آمار نهادهای دولت پیشین افغانستان، پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اوت 2021 13 هزار مدرسه دینی غیر رسمی و 1300 مدرسه دینی رسمی در سراسر افغانستان فعال بودند. در گزارش دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا آمده است که جامعه اطلاعاتی هنوز نمیتواند این احتمال را که ویروس کرونا از آزمایشگاه آمده باشد رد کند، ولی نتوانسته منشأ این ویروس را پیدا کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه مارس لایحه‌ای را امضا کرد که اطلاعات مربوط به منشأ همه‌گیری را از حالت محرمانه خارج می‌کند. در ماه فوریه روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد وزارت انرژی آمریکا در اطلاعات محرمانه‌ای با ضریب اطمینان پایین ارزیابی کرده بود که کووید 19 به احتمال زیاد از نشت آزمایشگاهی در چین ناشی شده است. پکن این ادعا را رد می کند. و اما ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار به پایین ترین میزان خود رسید و هر دلار با قیمت 25.74 لیر مبادله شد. بر اساس گزارش ها افزایش حدود دو برابری نرخ بهره بانکی که طی طول دو سال گذشته در این کشور بی سابقه به شمار می رود کمتر از انتظارات بازار بود و به روند کاهش ارزش لیر دامن زد. روز جمعه دوم تیر ماه لیر ترکیه با حدود 3.3% افت به پایین ترین حد خود یعنی 25.74 در برابر دلار رسیده است. این رکورد تاریخی در حالی است که در سال جاری میلادی پول ملی ترکیه کاهشی 27.3% را تجربه کرده است. و اما چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت در روسیه دسترسی کاربران این کشور به سرویس خبری گوگل نیوز را مسدود کردند. این اتفاق پس از آن روی داد که ژنرال های ارتش روسیه یوگنی پریگوژین فرمانده گروه مزدوران نظامی واگنر را به تلاش برای کودتا علیه دولت متهم کردند. شرکت نت بلاکس که به رصد وضعیت دسترسی به اینترنت در جهان می‌پردازد گزارش داده است دست کم 5 شرکت مخابراتی در روسیه تا زمان انتشار این گزارش گوگل نیوز را فیلتر کردند. اپل، سامسونگ، مایکروسافت، اوراکل، سیسکو و شرکت‌های مشابه دیگر هم خدماتشان را محدود یا به طور کامل از بازار روسیه خارج کردند. و ما از شما دعوت می‌کنم به قیمت ارز و برابری آن در بازارها توجه بفرمایید. دلار آمریکا معادل 50350 تومان، یورو معادل 55040 تومان و پوند انگلیس با قیمت 64010 تومان معامله شد. قیمت بیت کوین 30652 دلار و اتریوم به قیمت 1894 دلار رسیده است. نیم سکه 15,870,000 تومان و سکه امامی با قیمت 29,090 تومان معامله شد. از شما بینندگان گرامی بسیار سپاسگزارم که با این بخش خبری همراهی کردید. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.